جدیات نشتا وسکه دغه حالت رواني زباوري مچې په تیر نظام به خلق شکر باسي اداري فساد نسترګ نه شپټواله نشتا پس غر د باندي وای ماکه کوم شران دې ته متوجې نشول د تیر نظام فساد ته به خلق دعا وکي بننده ای از سلام امیدوارستم حالتان خوب بشاد من ولی محمدی هستم و شما بننده کانال ام وی تی وی هستید جنرال موبین در آخرین دعوتش به تلویزیون طلو با یکی از استادان پوهنتون که یک بچه بسیار زیاد فهمیده است یک بحث بسیار زیاد جدی و داغ داشت و متاسفانه این بحث تا یک حد توهین آمیز بود خب اینا در قدرت هستند اما کسانی که به تلویزیون لو دعوت میشن اینا بسیار زیاد متوجه صحبت خود میباشن تا ای که بعد از ای که مصاحبهش تمام میشه بیرون برش موتر امارت اسلامی استاد نباشه و دستپایش بسته نکنه و در موتر نندازشه نبر شوهه وب زندان نندازشه متقی صاحب له چې موږ غواړو د ځای راغه خبرې د پیادشي سٹارټمل <سؤال> وروه طفقات تر بده نکه وانګ امریکایان راځي ما کار کوي سیاسي غلامی نه مونږ دغه نظریه نه منم افغانان ته غوړ غات غلامی نه مونږ غلامینه نه نه یک بچه بسیار لایق است من همیشه گفتگوهای شخص رو دنبال میکنم واقعا صحبت های هایت عالی میکنه و انتقاد هایی که بالای طالبا میکنه انتقاد هایی هست که به درد خود طالبا میخوره در حقیقت چرا که میخواد که یک, یک اصلاحگرایی در وجود اینمی طالبا بیاره چیزی که برای من در گفتگوی جنرال موبین با این برادر ما و همچنان تلویزیون طلو بسیار زیاد مهم بود این بود که جنرال موبین خودش شخصا از اعمال و تصميم های امر به معروف و نهی از منکر انتقاد بسیار زیاد جدی داشت که شما هم یک قسمت از ویدیو را کتو ببینید خدا ی چز کابل ترغلم دل تما به حجابه خز پټول کابل کې نه دلیدل ټول په حجاب باندې وزنه پیغام چې دوی ته چا فرمان ورکړي چا نو کړي ورس تا ورس تا ورس د دې ضرورت سو شوی دی داز ما شخصی نظر را پچای تا منه او. اما ولی کی خوب دوستان عزیز ویدیو را ما با هم دیدیم که جنرال مبین با زبان خودش میگه زمانی که ما وارد کابل شدیم در کابل هیچ خانم هجابی را من ندیدم اما امروز چی شده که امر به معروف و نهی از منکر خانمای مسلمان افغان را مجبور به ماسک پوشی میکنه که این پالیسی بی معنا و بی مفهوم و جاهلانه رئیس امر به معروف و نهی از منکر باعث شد که نفرت و همچنان شناخت منفی خارجی ها کشورهای خارجی نسبت به اینمی طالبا بیشتر و بیشتر شد و بفهمند که اینا واقعا قابل تحمل نیستن اینا چطور به کدام جرأت یک خانمی را تا ابد مجبور به ماسک پوشیدن میکنه اول امی خود ماسک ها امی 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 ملاها امی طالبا یک دستاورد شبه ما بگو یک بایی یک خدمت شبه امی جامعه که کرده باشه برای من نشان بده عملا بگو که ما به جامعه امروزه و به طبیعت اینی خدمت کردیم امی ماست که طالب آمده و بالای خانم ها اجباری کرده ای؟ اینالی من براتون یک حساب میکنم اگر تعداد خانم های بزرگ که در افغانستان زندگی میکنن ده میلیون باشه و روزانه ده میلیون ماسک ضرورت داشته باشه چرا که ماسکی که یک بار استفاده شوه برای بار بعدی ماسک در حقیقت پر از میکروب میشه و قابل استفاده نیست ای به این معنا که اگر ده میلیون خانم بزرگسال در افغانستان باشه و هر کدامشان یک یک ماسک استفاده کنه روزانه این میشه و هر موسک قیمتش 5 افغانی باشه ما 5 افغانی در نظر میگیریم 5 ضرب 10 میلیون که کنی 5 میلیون میشه فکر می کنم بله 50 میلیون افغانی روزانه مصرف یک ماسک میشه که خانم ها را انمی رئیس امر به معروف و نهی از منکر مجبور به ماسک پوشی می پوشی کرده است برای خدا در یک کشور گدایگر بیچاره بدبختی که خودش یک سوزن ساخته نمیتانه یعنی هر روز باید به قیمت 50 میلیون افغانی برای خانم ها ماسک توزیع بکنه و این 50 میلیون روزانه به چین یا پاکستان پرداخت بکنه که اونا برایشان ماسک جور بکنه روان بکنه تا که رئیس امر به معروف دستور داده که خانمها ها باید ماسک بپوشن از برای خدا بخاطر خاطر من نمیفهم که روی خانم هم صورت خانم چه چی چیزی شهوت انگیز داره که ما و شما با, با, دیدن روی یک خانم اقدر زود تحریک میشیم و ما و شما مردا به خاطر این که شهوت جنسی خود کنترل بکنیم یک زن را مجبور به ماسک پوشی میکنیم آیا آیا واقعا این طالبا برای جامعه جهانی قابل قبول هستند که اینها رو به رسمیت بشناسند به هیچ صورت نه به خاطر از اینکه این ای رئیس امر به معروف آنقدر یک انسان جاهل و نادان و گمراه است که هیچ نمیفهمه که چی کنه الا امروز خانم ها بدون مرد بیرون نره الا که خانم ها کت شوهرشان اجازه نداره به پارک بره الا که در مکاتب بسته من نمیفهم کیش تصمیم گرفته یکیش میگه ها که به زودی باز میشه دیگهش میگه میگه که معلوم نیست که چی وقت باز میشه در مکاتب بسته از برای خدا باز ما و شما من نمیفهم که به کدام روی خودت من حیث یک افغان که متعلق به هر قومی که باشی بعد ازی از اینمی طالبای که آمدن حاکم شدن و چنین قیودات را آوردن دفاع میکنی من خودم شخصا به خاطر اینکه از نظام قبلی از دوست که در نظام قبلی بودن خسته شده بودم و وقتی که نظام تغییر کرد حقیقتش ما گفتم گفتم شاید ای از او بهتر باشه شاید یا ادعاهایی که میکنه که ما اصلاح شدیم و ما طالبای 25 سال پیش نیستیم و ما ای کار را تغییر دادیم او کار کردیم خلاصه صحبت های را کردن که به ما شما یک امید دادن که نا اصلاح شدن حتما روشن فکر هستن و میتونیم همراهشان زندگی بکنیم بهتر از او دزدای سابق است اما به مرور زمان اینا اصلیت خود نشان دادن ونه مو دلیل شته چې ما امروز په جديت مخالفت میکنوم همرايشون وایي ما تنها ما نيستم اين جنرال موبين شما مي ويډيو را بينين جديت نشته وسه دغه حالت رواني زباوري مچ اپاتير نظام به خلق شکر باسي اداري فساد نسترګ نه شپټواله شته پس غر د باندې وایمه که کوم شران دې ته متوجه نشول د تیر نظام فساد ته به خلق دعا وکي خب شما در ویدیو خودتان دیدین که ای جنرال موبین که از اشخاص خود امارت اسلامی نمی طالبا هستند با زبان خودش میگه که اگر این رقم ادامه پیدا کنه برادر خب مردم به حکومت قبلی شکر میکشن که چه یک حکومتی بود کاش که طرفداری اونم را میکردیم ای چی یا آمدن که لقمه که در دا دان ماست از دان ما بیرون بکشه و ما رو گوش نگاه کنه غلام سخی که یک بیمار روانی است از پرای خدا اوره در زندان انداخته چه کوم سړی اغه اسباب چې اغه ایمان ته نقصان رسوي ایمان ختموي ماتوي اغه کارونه تسادر شوې کړل دې سړی ته فورن توبه وکړا استغفار دی وی سر نه دی کلمو وی الله جل شنه وی معاف کوي دا چې الله معاف کوي نو زما څخه کار دی او ستاسو څخه چې موږ اغه بس شروع شو به خاطر چې والا آیه قرآن غلط خوند ایره در زندان بندازیم اینا دیگه هیچ کار دیگه از این بعد نداره فقط متوجه می باشه که کی یک اشتباه میکنه که او را به زندان بندازیم اینا ای قدر افرادی هستن این می اجمل حقیقی را به زور ازش اقرار گرفته که ما در نظام قبلی به فحشا دامن میزدم و فحشا را می خواستیم مروج بسازیم در افغانستان او برادر اینمی اجمل حقیقی شما یک دانه یک دانه لباسی که او شکل خارجی داشته باشه به من نشان بتین بیاین اینجا عکس بگذارین بگوین که ولی محمدی اینی رو میبینی اینی فرهنگ افغانستان نبود خب لباسش های امانلا را میساخت لباس های اونمو قدیمی کوچی های افغانا را میساخت و و, 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 یک رنگ تازه برش میداد این اجمل حقیقی چیکار کار میکرد؟ واقعا چی کار میکرد؟ ولی من خودم حقیقتی است که نه طرفدار اجمل حقی هستم نه طرفدار نه برنامه های از او را می دیدم که او چی میکد چی نمیکد اما من حیث یک انسان که یک شغل را داشت مدلنگ و, و قدیمی افغانی را که در, در, دموکراسی که زمانی که شاه امان الله حاکم بود زایر شاه و داود خان و بعد از او دکتر نجیب و دگه و دگه اونو لباس ها را می آورد اونجا به نمایش می گذاشت ولی کجایش دیمو... چیز بوده لب... که فرهنگ غربه ده اینجا مروج می ساخت که به فحشا روی آورده بود که یک کار می کرد. که او کار می کرد کجایش بود او کارش از سرش بند کردین بعد از او آمد اینجا یک یوتیوبر شد یک ذره می خواست که یک چند رو پا. ام هم به خودش بیا هم به غلام سخی ام با او دختر خانمایی که همراهش کار میکرد در یک شرایط بیکاری بدبختی بیچارگی که شما ملاها در افغانستان آوردین اون سرش بند ساختین از برای خدا اون سرش بند ساخت اینالی یک شخصی که بیمار روانی است در زندان انداخته شده توسط اینمی 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 ملاهایی که در افغانستان حاکم شده شما دیدین که دستور شداد گیره بندازین در زندان من هم که چی میخواین شما طالبا یعنی شما ملاها آنی من میگم که طالبای هم که مثل جنرال مبین یک فکر آزاد داره که با زبان خودش گفت که من زمان که وارد کابل شدم کل خانم حجاب داشتن اما نه یا حجاب نمیخوای ایا, نمی ایا اما جهل و تاریکی که در مغز خودش است این می رئیس کسافت امر به معروف و نهی از منکر اینی اینی کسافت اونمو پیچکاری آیسایی که در مغز شده اونو جهالت هم که در افغانستان مروج بسازه که خانمهای افغان با ماسک پوشیدن خفه بکنه و از بین ببره و آفرین به جنرال موبین که اینمی جرات کرد و آمد و گفت که ما در کابل هیچ زن به حجاب ندیدم و اگر این قسم ادامه پیدا کنه اینمی, مردم افغانستان هستند که به حکومت قبلی شکر میکشن و از ما روزانه نفرت پیدا کردن و بیشتر و بیشتر میشه این نفرت ها امروز پشتون و تاجیک و و نداریم امروز این یک کسی درباره جبهه مقاومت گپ نمیزنه که ما بگیم که از جبهه مقاومت دفاع میکنیم زنده با جبهه مقاومت نخیر امروز در افغانستان یک نظام حاکم شده که باید به مردم پاسخگو باشه باید کارای را بکنه که جامعه جهانی او را به رسمیت بشناسه و با, با, جامعه جهانی یک تعامل داشته باشه و روشن فکر باشه آزاداندیش باشه نه اینکه جهالتی را که آورده حاکم ساخته که که دیوانه را هم گیر میکنه در زندان میندازه و شیار هم گیر میکنه در زندان میندازه اینمی یک برادر ما که در تلویزیون طلوع بود اخبار میگفت که اینالی افغانستان را ترک کرده آمده به افغانستان انٹرنشنال پیوسته به خاطر چی بوده به خاطر یک یک اخباری که گفت او را آورد از زندان انداخت پیش از او یک چند نفر استاد جلال ده گفت یک کاری که کردن گرفتن او را در زندان انداختن اینی این یاد که کدام کار نداره لقمه مردم از دانش گرفته مردم بیکار ساخته و شکم های خودشان سیر هستند بل خصوص ها که امروز در خانه, خانه از این مهمان سبا ای 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 در خانه, خانه از او امروز نوبت تو سبا نوبت از او زکات بده ای بده مثلا فلان بده کل چیزها رو میگیره و در قصه مردم اصلا یا نیستن. واقعا که جاهل ترین نظام روی زمین اینمی 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 طالبا هستن که امروز آمدن و بالای مردم به زور حکمرانی میکنه و هیچ کس هم ازش راضی نیست. شما باور به خدا کنید که در خانواده خود طالبا برین اونم زنش هم ازش نفرت داره دخترش هم پسرش هم اگر پدرش طالب است اما به خاطر این که یک 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 اسرائیل است یک 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 شخصی هست یق 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 شخص که اگر کسی صدا بلند کنه سرش هم بره کسی از ترسش صدا بلند کرده نمیتونه واقعا ایو اگر همی قسم ادامه پیدا کنه اصلا قابل تحمل نیستن این ها به هیچ صورت ملا چی کده برای همی جامعه انسانی ملا تانسته که یک давое рا барایи беморӣ کشف کرده باشه ملا تانسته که کدام برق اختراع کنه به جامعه امی انسان ها به طبیعت خدمت بکنه ملا کدام گروه جور کده ملا کدام موتر میتونه جور کنه کدام با میتونه جور کنه او برادر خود سر ممبر میشینه غیر ازی که جهالت به مردم یاد بته ببینین وقتی که ما بالای ها انتقاد میکنیم ای به این معنا نیست که ما مسلمان نیستیم خدای نخواسته این می که از دست ملاها فرار کردن به کشورهای خارجی خودت اگر در کشور ایران مهاجر هستی مسافر هستی کار میکنی نوکری مردم می میکنی از دست اینمی ملاهای افغانی فرار کردی چرا در کشور خودت برات کار پیدا نمیشه چرا که اینا راه های تجارت را در کشور خودت با افکار ناقص منفیش بسته اینمی ملاها و خودت اگر در پاکستان هستی اگر در, در ترکیه هستی اگر در اروپا هستی دمی هر کشوری که به هر دلیلی که از افغانستان مجبور شدی که فرار کنی اینمی عاملین اینمی کار اینمی ملاها بودن یعنی افکار منفی اینا باعث شده که در مملکت تو در کشور تو کار نباشه در،, در،, در کشور تو جهل و تاریکی حاکم باشه و در کشور تو یک دیوانه که یک گپ زده یک, 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 یک آیه که خودش هم نمیفهمید که می آیه است یا زبان است یا چی است یک در مغز حافظیش از دست داده یک چیز آمده به اونمو شکل خوانده اینمی غلامسخی غلام سخی اونمو قسم انسانو به زندان انداخته میشه و, 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 و خودت هیچ آزادی بیان نداری از دست اینمی ملاها فرار کردی ولی خودت اگر پشتون هستی اگر تاجیک هستی اگر هزاره هستی اگر اوزبک قز... زلباش هزار تایفی که هستی از این جهل در افغانستان دفاع میکنی از این جهل که حاکم شده خودت جهالت و حماقت و نفهمی خودت را نشان میتی که از دست از یا فرار کردی و در خارج یک جای نوکری مردم میکنی تشنابای مردم را پاک میکنی در یک بنایی در ایران کار میکنی شو و روزت معلوم نیست در یک ساختمان به سرنوشت بنایی اونجا زندگی میکنی جای تو معلوم نیست که کجا خو میکنی در یک اتاق چند نفر در یک جایی که هنوز ساخته نشده در ایران خو هستی و میری از این ملاهای جاهلی که در افغانستان آمدن و به خاطر یک گپ اینمی اشخاصی را که دیوانه هستن و, و, و ضرورت به یک لقمه نان دارن نان سرش قطع کردن اونم را هم سرش بسته میکنه و خودت میای باز از این طرفداری میکنی این کجایش منطق است کجایش شعور است کجایش فهم است برادر عزیز من لطفا نکوی کارا را واقعا ای ای بزرگترین شرمندگی برای افغانستان است که امروز اینقدر مردم از افغانستان فرار کرده و اینمی کسایی که فرار کرده باز میره از اینمی جهل و تاریکی در افغانستان دفاع میکنه که ولی طالب اکثریتش از قوم ماست یا از قوم ماست یا مثلا از بدخشانی ها زیاد است از هیراتی ها زیاد است از فلان ولایتش کم است این ای ای نفهمی ما و شما رو نشان میده ما و شما جوان ها باید دست یکی کنیم علیه این جهالت و افراطیت در افغانستان صدا بلند کنیم این به این معنا نیست که ما کافر میشیم ما از دین میگردیم اینا, اینا اصلا از دین آین هیچ چیزی را نمیفهمه اگر انمی آیه که غلام سخی غلط خوانده بوده به او شکل که خوانده بوده انمی سوره حمزه است که معناش اگر برش برین غرق شوین در آیه حمزه معنایشی است که ای شخصی که مثلا خودت را جاوید فکر کردی مال و اموال جمع کردی آمدی اینجا مثلا با مال و اموالت مینازی خودت خودت در دنیا در جهنم میسوزی یک آتش بسیار داغ که تا دلت میره درون منتظرت است اینمی مانایش است به خاطر انمی کلماتی که من براتون گفتم اگر دقیق نگفته باشم اما واضی براتون گفتم که یعنی رقم یک چیزی گفته که کسی که پیسادار دار میشه میگه با پیسہ مثلا نناز انمی تفسیرش است به پیسہ اگه اگر می نازی دو دنیا یک آتش جهنم منتظرت است اینمی مانای اینمی سوره حمزه است که اینمی غلام سخی غلط خونده بوده به خاطر انمی ترجمیش که ما وراتون کردم خوب زبان عربی است او را در زندان انداخته ای این کشور و این ای ای ملک ملک میش از برای خدا ممنون که بیننده برنامه بودین شما میتون نظریات خودتان را داشته باشین خدا نگهدار شما